جمهور برگزیده مقاومت خطاب به ایرانیان به پا خواسته در تظاهرات نیویورک پیامی فرستاد. فریاد اعتراض شما صدای قیام کنندگان دلیر ایران است، صدای اشرفی ها و اشرف پایدار است و خروش مردم ایران است که میگویند پاسدار احمدی نژاد دشمن ایران است نه نماینده آن. It's about time that we change the listing of the People's Mujahideen Organization of Iran as a terrorist organization. رودی جولیانی، شهردار پیشین نیویورک، شهردار جامعه بین المللی در نیویورک، مرد سال 2001 و کاندیدای ریاست جمهوری انتخابات سال 2008 در آمریکا، در سخنرانی خود با تاکید بر این که مجاهدین مبارزان آزادی و امید مردم ایران هستند، برچسب تروریستی علیه مجاهدین را ناعادلانه دانست و خواستار لغو آن گردید. جان بولتون، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد، ضمن تاکید بر نامشروع بودن برچسب تروریستی علیه مجاهدین، بر ضرورت لغو آن تاکید کرد و گفت تنها راه حل دراز مدت برای مشکلی که رژیم ایران به وجود آورده سرنگونی این رژیم است که دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد. دیوید ایمز به نمایندگی از نمایندگان هر دو مجلس انگلستان تاکید کرد تغییر دموکراتیک در دسترس است و در سازمان و مقاومت سازمان یافته ایران به خصوص در اشرف تجلی یافته است. به نام ایران و به نام آزادی. پهلوان مسلم اسکندر فیلابی، قهرمان ملی ورزش ایران و وارث بازوبند جهان پهلوان تختی، طی سخنانی با درود به رهبری مقاومت و مجاهدان اشرف، در همراهی با سوگند اشرفیان و همصدا با انبوه تظاهر کنندگان بر عهد و پیمان میهنی برای نبرد تا آزادی و استقلال میهن تاکید کرد و همراه با آزادگان شهر اشرف بار دیگر با رهبری این مقاومت تجدید پیمان نموده و بلند میگوییم حاضر! 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 و حالا میخوام که شما هم با من بلند این شعار رو بدید حاضر حاضر حاضر. مهمترین تلویزیون ها و خبرگزاری های بین المللی از جمله CNN، BBC و آسوشیتد پرس تظاهرات بزرگ ایرانیان علیه حضور پاسدار احمدی نژاد در نیویورک را انعکاس دادند.
رئیس جمهور برگزیده مقاومت خطاب به ایرانیان به پا خواسته در تظاهرات نیویورک پیامی فرستاد. قبل از پخش پیام خانم رجوی، آقای دیوید ایمس نماینده مجلس انگلستان طی سخنانی گفت: دوستان من، میخوام به اطلاع شما برسونم که شما هم اکنون میخواهید بشنوید از کسی که عمر خودش رو وقف آزادی کشورش کرده است و با تمام قلبش اعتقاد به آزادی، دموکراسی و برابری دارد و در او ما تصویر ایران آزاد رو مشاهده میکنیم. زنی که ملاهای ایران رو جایگزین خواهد کرد، یعنی سرکوبگری، جهل، جنایت، شکنجه رو و اعدام رو با دوستی، علاقه، برادری، عشق، مهربانی و عدالت و آزادی و پیشرفت جایگزین خواهد کرد. دوستان من، اکنون به خانم مریم رجوی گوش فرا می‌دهیم.